Friends for People. ما همچنان میتونین از آپوستروفس استفاده بکنیم همراه با اسمهای دیگر برای اشخاص. It's my teacher's car. این موتر استاد من است. He is the doctor's. او دکتر است. Or we can say he is the doctor's son. او به اصطلاح دکتر پسر اوست. It's his friend's camera. به اصطلاح آن دوربین دوست اوست. And etc. و غیره. For plural nouns, برای اسمهای جمع, we write s apostrophe. ما s apostrophe نوشته میکنم. It's my parents' house. به اصطلاح این خانه از والدین من است. He's my friend's son. به اصطلاح او فرزند دوستان من است. Okay? So now, کاری که ادامه تمرین انجام میدیم. Language summary 3. Okay? And now we have subject pronouns, ضمایر فاعلی, I, you, and etc. And possessive adjectives و صفات ملکی, my, مال من, your, مال شما, and etc. و غیره. Subject pronouns, ضمایر فاعلی, I, من, you, شما, he, او مرد, she, او زن, it, آن شی, we, ما, they, آنها. Possessive adjectives, صفات ملکی, my, مال من, your, مال شما, his, مال او مرد, her, مال او زن, its, مال آن شی, our, مال ما, their, مال آنها. So here's, I have a question. What's the difference between subject and subject pronouns and possessive adjectives? تفاوت بین ضمایر فاعلی و صفات ملکی چی هست؟ Okay. Listen, we usually use subject pronouns instead of nouns and for prevents from repetition. ما از ضمایر فاعلی به اصطلاح به جای اسم استفاده میکنیم برای جلوگیری از تکرار اسم. اما بخش صفات ملکی ما میایم قبل از اسم صفت رو قرار میدیم برای نشون دادن مالکیت و ملکیت یک شی نسبت به شی دیگه و یا یک شخص نسبت به یک شی. We use subject pronouns with verbs. ما ضمایر فاعلی همراه با فعل استفاده میکنیم. I'm, من هستم. You listen, شما گوش میکنین. They read, آنها میخوانند. And etc. و غیره. We use possessive adjectives with nouns. ما از possessive adjectives ها یا صفات ملکی اونا رو همراه با اسم ها استفاده میکنه. مثلا my sister, خواهر من. Your family, فامیل شما. His dog, سگ او. And etc. و غیره. I'm married, من ازدواج کردم. And this is Sid, و این به اصطلاح Sid هست. My husband, همسر من. Her husband's name is Nick and